سرشار از امید گاهی میگویم ما نسل به من نشان بده هستیم ما میخواهیم قبل از اینکه چیزی را باور کنیم حتما آن را ببینیم در واقع اکثر ما تا زمانی که چیزی را به چشم خود نبینیم به سختی باور میکنیم که خداوند در جهت خیریت ما در حال کار کردن است اما خدا این گونه عمل نمی کند. او در پشت صحنه کار می کند. ممکن است اتفاقی را نبینید اما آیا ایمان دارید که خدا در حال حاضر روی چیزهایی در زندگی شما کار می کند؟ آیا باور دارید که او برنامه ای برای کمک به فرزندان شما، ازدواج شما یا چیزهایی که سالها در موردشان دعا کردید دارد؟ ارمیا 29.11 میگوید: که خدا برنامه نیکویی برای زندگی شما دارد تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم. به عبارتی دیگر خداوند به دنبال فرصتی است تا نیکویی خود را به شما نمایان سازد. شاید سخت باشد که خود را فردی مثبت با ایمان و سرشار از امید تصور کنید. اگر چنین است من دقیقا می دانم که چه احساسی دارید. برخی از مردم به سادگی می ترسند امیدوار باشند زیرا ناامیدی بسیار زیادی را تجربه کردند و فکر نمی کنند که دیگر بیش از این قادر به تحمل درد باشند اما این اشکالی ندارد زیرا خدا خدای امید سرشار از رحمت و آغازهای جدید است رومیان 15 13 را ببینید و با او هرگز برای شروع ایمان امید و انتظار دیر نیست. انتظارات بزرگ یکی از تعریف های امید انتظار مطلوب و مطمئن است. من معتقدم که بسیاری از اوقات ما منفعلانه رفتار می کنیم. و تصمیم میگیریم فقط صبر کنیم و ببینیم آیا چیزی تغییر خواهد کرد یا اتفاق خوبی برای ما رخ خواهد داد اما خدا میخواهد که انتظار ما هدفمند باشد او میخواهد ما فعالانه در انتظار چیز خوبی باشیم پس من از شما میپرسم شما چه انتظاری دارید در ذهن و تخیل خود چه میبینید چگونه در مورد آینده خود صحبت می کنید آیا وقتی صبح از خواب بیدار می شوید با خود فکر می کنید خب فکر کنم امروز هم به زور یک روز دیگر را رو پشت سر بگذارم یا آیا با این انتظار از خواب بیدار می شوید که شاید امروز روزی باشد که موفقیت و گشایش بزرگی را در زندگی خود شاهد باشید مناسب است که وقتی زنی باردار است بگوییم که او منتظر است و هرچه او به انتهای دوران بارداری نزدیک می شود انتظارش بیشتر می شود. بارداری من به طور خاصی منحصر به فرد بود چون من هر چهار فرزندم را تقریبا یک ماه بعد از موعد مقرر حمل کردم. دکترم به من گفت من تنها زنی هستم که او میشناسد که مثل یک فیل باردار میماند. در اواخر هر بارداری من هر روز از خواب بیدار می شدم و می گفتم. امروز همان روز است. باید آن روز باشد. همه چمدانهایم را بسته و آماده کرده بودم. من دائما همه چیز را چک می کردم و مطمئن می شدم که همه چیز مرتب است. مطمئن بودم که بچم هر لحظه خواهد آمد. هر زمان که احساس لرزش می کردم، فکر می کردم همین است. دارد می آید. خدا میخواهد شما با او این گونه باشید. او برنامه باور نکردنی برای زندگی شما دارد و از شما میخواهد که انتظار داشته باشید که چیزهای خوب در راه هستند. امید میگوید شاید مدت هاست که اوزا به همین منوال بوده است اما خدا خدای غیر است و همه چیز میتواند تغییر کند. آیا شما یک اسیر امید هستید؟ همانطور که اشاره کردم قبلا منفی ترین فردی بودم که می شناختم. من قطعا یک آدم نیمه خالی لیوان بودم که در هر موقعیتی جنبه منفی آن را می دیدم. این توضیح می دهد که چرا اینقدر درمانده بودم. شک و منفی نگری ما را پایین می کشد اما امید شادی را آزاد می کند. امید به معنای داشتن ذهنیت یا نگرش مثبت است فرد امیدوار مطلقاً از منفی نگری خودداری می کند. اگرچه توفان زندگی را تشخیص می دهند و با آنها دست و پنجه نرم میکنند، اما در فکر نگرش و گفتار امیدوار باقی میمانند. به نظر من خیلی وقتها ما تا زمانی که احساس خوشبینی یا امیدواری در ما ایجاد شود در دام انتظار گرفتار باقی میمانیم. اما امید تصمیمی است برای مثبت بودن و زندگی نکردن بر اساس آنچه احساس می کنیم. حقیقت این است که وقتی ما تصمیم محکمی برای فکر کردن به افکار مثبت و امیدوار کننده می گیریم، در نهایت احساسات هم به سراغ ما خواهند آمد. من زکریا نه دوازده را بسیار دوست دارم خداوند میگوید ای اسیران امید به دژ خود بازگردید همین امروز اعلام میکنم که به شما دو چندان باز خواهم داد اسیر و امید شدن یعنی چه این بدان معناست که صرف نظر از آنچه در زندگی ما اتفاق می افتد، ما امید و اعتماد خود را برای فرارسیدن دخالت الهی از دست نمی دهیم. وقتی اسیر امید می شوید، دشمن نمی داند چه باید بکند. او ممکن است با افکار منفی به مقابله با شما بیاید. اما وقتی شما مصمم هستید که دائما اعتماد خود را تمام و کمال به خدا حفظ نمایید، قدرتی برای آسیب رساندن به شما ندارد. خدا میخواهد شما را برکت دهد و برای دردهای گذشته و چیزهایی که از دست رفتن دو برابر به شما عطا کند. اشعیا 61 هفت را ببینید. و سهم به بر دوش ما قرار دارد. سهم ما این است که ایمان داشته باشیم، اعتماد کنیم و امیدوار بمانیم. زمان رها کردن لنگر فرا رسیده است. ابرانیان شش میگوید. این امید به منزله لنگری محکم و ایمن برای جان ماست بیایید این آیه را با هم بررسی کنیم فکر می کنم همه ما می دانیم لنگر چیست وقتی می خواهید قایق در یک مکان بماند لنگر را رها می کنید و این باعث می شود قایق در همان نقطه بماند این آیه می گوید امید لنگری برای جان ماست جان ما، ذهن اراده و احساسات ماست. جان ما به ما میگوید که چه فکر می کنیم چه می خواهیم و چه احساسی داریم. همه این چیزها یعنی چه؟ این بدان معنی است که وقتی همه چیز تاریک به نظر می رسد وقتی به نظر میرسد که هیچ چیز معنی ندارد و احساس میکنیم که وعده های خدا هرگز در زندگی ما اجرا نمیشوند، امید لنگر ماست. که ما را به عقب می کشد و میگوید صبر کن هنوز اتفاق خوبی در راه است اما اجازه دهید کمی فراتر برویم ابرانیان 619 می گوید که امید لنگر ماست که از کشتی ما جدا نمی شود و هرگاه کسی با تکیه بر آن قدم بردارد هرگز شکسته نخواهد شد امید لنگر ماست و تنها چیزی است که با تکه بر آن ما می توانیم قدم برداریم. عدهای وعده ها و قدرت خداوند را فقط به این دلیل تجربه نمی کنند که با ایمان قدم بر نمی دارند. قدم برداشتن است که وعده های خدا را بلفل می کند. بگذارید برای شما مثالی بزنم. من بیش از چهل سال به سراسر جهان سفر کردم و کلام خدا را تعلیم دادم. اما هنوز مواقعی پیش از کنفرانس وجود دارد که احساس می کنم مسح کافی را ندارم یا واجد شرایط نیستم یا آمادگی انجام کاری که قرار است انجام دهم ندارم. قبل از اینکه روی صحنه بروم فکر کردم خب خدای امید من کاملا بر توست که تو حاضر شوی وگرنه من در دردسر بزرگی گرفتارم سپس هنگامی که برای انجام کاری که معتقدم او از من خواسته است قدم به جلو میگذارم خدا همیشه حاضر می شود و به من در موعظه کردن پیغامم کمک می کند او حتی یک بار هم مرا ناکام نکرده است برای بسیاری از شما خدا فقط منتظر است تا با تکیه بر آن لنگر امید به پیش رو قدم بردارید. او فقط منتظر است تا شما سهم خود را انجام دهید تا بتواند در زندگی شما ظاهر شده و کاری انجام دهد که باعث شگفتی شما گردد. اجازه ندهید شرایط زندگی شما را از مسیرتان منحرف کند. لنگر خود را رها کنید و با تکه بر لنگر محکم و ایمن امید به پیش رو قدم بردارید. چون وقتی بر خداوند امید ببندید، سرفکنده نخواهید شد.